عرض سلام ادب احترام خدمت دانشجویان عزیز. تو این ویدیوی آموزشی قصد دارم زبانهای خانواده سی رو از لحاظ سرعت اجرایی مقایسه با هم داشته باشیم. روی زبان جاوا سی شارپ اسپی دات نت و زبان پی اچ پی و زبان پایتون. خب برای مقایسه من یه الگوریتم رو انتخاب کردم، الگوریتم عدد کامل رو، که اگه با پاراتم مراجعه کنید قشنگ الگوریتمشو در اکثر زبانها در همشون چیه آموزش دادم. اما یه بار دیگه هم میارم زبان سی رو باز میکنم. اول ببینید الگوریتمش به این شکل هستش که یک عددی رو میگیره و یه شمارنده ایجاد میکنیم، یه مجموع صفر قرار میدیم و میگیم تا زمانی که این عدد ما، شمارنده ما به عدد نرسیده، اگر باقی مانده اون عددمون به این شمارندهمون برابر صفر باشه میشه مکسوم ریحون. میگیم آقا مکسوم ریحا رو به هم جمع کن و شمارنده افزایش پیدا میکنه. میدونید که مثلا عدد 6، میگیم مثلا 6 چیه؟ مثلا عدد 6 یک عدد کامله. چرا؟ چون مکسوم ریحه عدد 6 هستش 1، 2، 3 و 6. مکسوم ریحه عدد 6 به جز خودش مجموعش میشه 6. حالا میگیم این عدد عدد کامل هستش یا همون این یک عدد پرفکت هستش. ما اومدیم همینو به صورت یه تابه نوشتیم اینجا و میخوایم یه برنامه بنویسیم. نگاه، یه تابه به نام پرفکت نامبر تعریف کردیم که میاد دونه دونه مکسومری های یک عدد رو پیدا میکنه و اگر این مکسومری ها رو باز خودشون جمع میکنه، نگاه کن به خود عدد نمیرسیم. اگر مجموع مکسومری ها با خودش باشه ریتر میکنه true و در غیر این ریتر میکنه چیه؟ فاس. این کد ماست. بعد اومدیم این عدد رو گرفتیم، یه عددی میگیریم که اینجا من توی این سمپل یک عدد 100,000 میدنم که تا 100,000 تا عدد رو دونه دونه چک کنه ببینه این پرفکت هستش یا نه. اگر پرفکت باشه چاپش میکنه و اگه پرفکت نباشه چاپش نمیکنه. و اگه بتونم زمان اجرای برنامه رو به دست بیارم، یادتون باشه باید در زبان سی، ویژوال سی پلاس پلاس ویندوز، باید این پیش پردازنده ها رو چکار کنید، رودش کنید و این نیم سپیس ها رو اضافه کنید در جایی که میخواد الگوریتم ما شروع به کار بکنه. به این روشی که اینجا نوشتم باید زمان شروع رو به دست بیارید، بعد در انتهای هر گمون که تموم شد، خب زمان انتهای برنامه رو به دست میاریم و زنان انتها منهای ابتدا، میزان زمانی که طول میکشه این برنامه اجرا بشه رو برامون چیه؟ به این شکل میده. چون واحد بر حسب میکرو ثانیه است، من تقسیم به 1000 کردم که بر حسب چی بده میلی ثانیه اطلاعاتو بهم. برای اینکه نتیجه هاشو یادداشت کنیم، من یه فایل اکسل باز میکنم. خب می نویسم زبان مثلا سی پلاس پلاس. خب 3 بار اجراش میکنم و زمان ها رو توش چیکار میکنم؟ یادداشت میکنم. خب این سی شارپ بود، این سی پلاس پلاس هم. بس یه بار کد، من یه ریویو از کد بهتون بدم. ببینید دوباره میگم یه سری پیش پردازنده ها رو رود میکنید، بعد یه تابی به این شکل تعریف میکنید، بعد میاد یه هرگه ایجاد کردیم که در این هرگه هر بار این تابی پرفکت نامبر رو صدا میکنه که اگر عدد کامل باشه چاپش میکنه، نباشه چاپش نمیکنه. به این روش زمان شروع، زمان پایان و در نهایت زمان پایان پروژه، منهای زمان شروع پروژه میشه چی؟ دیوریشن پروژه یا اکزیکیوشن تایم این پروژه رو بهمون دست میده. تقسیم 1000ش کردم چون واسه میکرو است، میخوام واسه میلی ثانیه بهم نشون بده. تو پروژه رو اجرا میکنم، عدد 100,000 رو میدم. من برای اینکه طولانی نشه فیلم ها رو استوب میکنم. خب تقریبا شد
17.21 ثانیه، 17.21 ثانیه. خب میبندمش، دوباره در سی پلاس پلاس چیکارش میکنم؟ اجراش میکنم، 100,000 بار بهش میدم. بار دوم هم که اجرا کردم تقریبا همون انداز شد، 17.22 ثانیه، 17.22 ثانیه. خب میام برای بار سوم پروژه رو اجرا میگیرم، بار سوم عددی که بهمون داد 18.94 ثانیه. این نکته هم بهتون بگم، من دارم روی یه سیستمی با مشخصات سیستم هم من پسندم بیاره، ببخشید کامپیوتر رو بزنم. من دارم روی یه سیستمی با رم 16 با سی پیوی کور i5 از نوع U و به صورت 64 بیتی تست میگیرم. طبعا یه سیستمی در حد خوب هستش، مشخصات تستمون هم مشخص باشه. خب توی سی 3 بار همین کد رو اجرا کردم. خب وارد محیط سی شارپ میشم، دوباره کد رو توضیح میدم بهتون. خب سی شارپ میدونید دیگه به صورت شعرگرایی هستش. ببینید دوباره من یه تابعی تعریف کردم از نوع استاتیک بور. چرا استاتیک کردمشون؟ تابع مین هم استاتیکه، ریتن تایپ هم بور هستش، پرفکت نامبر تعریف کردم، عدد نو میگیره، باز همینه، شمارنده یک میذاره، سام و صفر میذاره و همون منطقی که تو برنامه قبلی داشتیم دقیقا مکسومه ها پیدا میکنه، مجموعش رو میگیره. اگه مجموع با عددی که وارد شده یکی باشه میگه پرفکت، نباشه میگه چی؟ فالس. بعد اومدم عدد رو دریافت کردم، بعد عدد رو پاز میکنم تو عدد صحیح، بعد شمارنده گذاشتم اینجا زمان اولیه ورود. میخوام یه در حقیقت واتچ‌دار تعریف کنم که باش بتونم واتچ‌دار استارت زمان شروع پروژه رو استارت میکنم و با واتس استو این تایمر رو چیکار میکنم، در حقیقت استوپش میکنم. ما با تفاوت این دوتا میشه زمان اجرای پروژه. پس اگر بخواید در سی شارپ زمان اجرای پروژه رو به دست بیارید، کافی یه واتس به این شکل تعریف کنید، بهش میگیم استوپ واتس. یه استوپ واتس به این شکل تعریف میکنیم، اینجا واتس استارت میکنم اول هرگه که داره مثلا 100,000 بار قراره این تابع پرفکت نامبر رو بره، و بعد هرگه اینو استوپ میکنم و زمان اجرای پروژه رو به دست میارم. خب من یه با سورس هم بهتون نشون بدم، دوباره نگاه کنید، یه تابعی هستش به عنوان پرفکت نامبر و این هم همین سورسیه که داره تابع پرفکت نامبر رو 100,000 متر میخوام تراخانی کنه و زمان اجرای پروژه رو به دست بیاره. خب پروژه این هم توی محیط چی نوشتیم؟ تو محیط سی شارپ نوشتیم. خب پروژه رو رام میکنم، بهش میدم 100,000 مرتبه. من چون فیلم نمیخوام طولانی بشه فیلم رو پاز میکنم، نتیجه که اومد دوباره میگیرم. خب تقریبا عددی که به ما داد در حقیقت 22.95 میشه چند؟ 95 ثانیه حدودا. خب توی سی شارپ 22.95 ثانیه. خب دقت کنید، من خودم برای اینکه نتیجه ها درست باشه یه الگوریتمی رو انتخاب کردم که توش این الگوریتم، خب الگوریتم بهینه واسه پیدا کردن پرفکت نامبر نیست، الگوریتم بهینه تری از این هست، اما چون میخوام در حقیقت یک نوع محاسبات سنگینی رو روی برنامه بندازم، بخاطر همین الگوریتم انتخاب کردم و سعی کردم الگوریتمی رو انتخاب کنم که همتون باهاشی هستید، قبلا در دوران دانشگاه باهاشی شدید، آشنا شدید، یه الگوریتم ساده باشه که درکش براتون راحت باشه. خب دوباره پروژه رو رام میکنم، برای بار دوم پروژه رو سی شارپ اجرا میکنیم. خب عددی که بهمون داد 21.415، تقریبا میشه 21.41، 21 ثانیه ممیز 41 صدم ثانیه. خب
برای بار منو میبندم و برای بار سوم پروژه روی محیط سی شارپ جی رام میگیرم. خب این دفعه هم زمانی که به ما داد تقریبا 22 ممیز 20 صدم ثانیه بود. خب این هم توی جدولمون یادداشت میکنیم، 22 ممیز 20 صدم ثانیه. خب زبان بعدی که میخوام پروژه رو توش ران کنم و از صورت اجرایی با هم یه مقایسه داشته باشیم، میگم به روی محیط جاوا. این محیط انتیجرمون هستش. یه کدی رو توی جاوا نوشتم. ببینیم، اومدیم یک تابع نوشتیم از نوع استاتیک بوین هستش. ببینید سی شارپ دات سی شارپ و جاوا خیلی شباهت خیلی زیادی به هم دارن. دقت کن، من این محیط سی شارپی هم که داشتم باهاش کد و کنترل میکردم در حقیقت این دات نت کور بود، سی شارپ چون سرعتش بیشتر رو انتخاب کرده بودم. سی شارپ معمولی نیست و سی شارپ دات نت کور نسخه جدیدش رو دارم روش تست انجام میدم. خب ببینید بود جاوا، روی جاوا ببینید همینه، دوباره یه کار تعریف شده، یه مجموع رو تعریف کردیم، شمارنده داره هی افزایش پیدا میکنه، چک میکنه اگه مکسوم هر هش باشه میاد مجموع مکسوم هر ها میگیره و اگر صفر بود دوتا با هم برابر بودن میگه که این پرفکته و نه باشه ریتر میکنه فالس. و بعد اومدم اینجا یه اسکنر تعریف کردم توی مین است که یه عددی رو وارد میکنم، اینجا هم صد هزار رو وارد میکنم، دوباره یه شمارنده داریم، این شمارنده میاد به تعداد صد هزار بار این هرگمون رو چیکار میکنه؟ تکرار میکنه. بیاید جاوا هم اگر بخواید زمان اجرای پروژه ها رو به دست بیارید یادتون باشه باید اول این پکیج رو چیکار کنید؟ جاوا دات رنگ سیستم کارنت تایم می سکند رو باید حتما چیکار کنید؟ ایمپورتش کنید. بعد که ایمپورت کردید اول شروع حرکتون میگید آقا استارت تایم رو از طریق کارنت تایم می سکند اینجا ذخیرش میکنید و بعد که این حرکت 100 هزار بار اجرا شد و تمام شد دوباره استوب تایم رو میگیرید و میایید استوب تایم رو با استارت تایم کم میکنید و نتیجه اجرای زمانی پروژه رو بهتون به دست میده. من یه بارم کد رو دوباره بهتون نشون بدم. بس کوریاد کدین شد یه تابعی داریم به صورت پرفکت نامبر، کارش اینکه چک کنه عدد پرفکت هستش یا نه و به این روش گفتم این لایبری رو باید ایمپورت کنید. این لایبری باید ایمپورت بشه و چطوری زمان شروع و پایان رو به دست میاریم؟ میگه ما پرنت تایم می سکند رو به دست بیار و دوباره موقعی که این هرگه به 100 هزار بار مثلا اجرا میشه تموم میشه میایم استوب تایم رو به دست میاریم و ما با تفاوت اونها مدت زمان اجرای پروژه رو بهمون میده. خب من دارم پروژه روی جاوا اجرا میکنم، بزنم بگه توی ران. خب میایم عدد 100 هزار رو بهش میدیم، زمان تقریبا در حدود 15 ممیز 7 هم ثانیه. خب من زمان 15 ممیز 7 هم ثانیه رو چیکار کردم؟ یادداشت کردم. خب دوباره رام میگیرم، عدد 100 هزار رو وارد میکنم، دوباره زمانی در حریم در حدود همین 15 ممیز 17 ثانیه دوباره به امون میده. برای بار سوم تستش میگیرم، خب این دفعه زمانی که بهمون داد در حدود 16 ممیز 45 صدم ثانیه شد. 16 ممیز 45 صدم ثانیه. فعلا تا اینجا مقایسه اگه بکنیم و میایم بیانگینه سر اینو با اینو این حساب کنیم و تقسیم به رو با هم جمع کنیم ساده و تقسیم بسش کنیم میانگینو به دست بیاریم، تقریبا تا اینجا رتبه اول رو چی داره؟ جاوا داره. خب بریم روی محیط جی روی PHP. خب ببینید من همین برنامه رو توی محیط PHP نوشتم. نگاه کنید
یه برنامه PHP ایجاد کردم، یه فانکشن گذاشتم به نام perfect number. خب میدونی PHP تایپ نداره. یه متغیر کار یک رو تعریف کردم، سام صفر رو دادم. همین دوباره اگه میاد اجرا میشه، شمارنده هی افزایش پیدا میکنه، اگه مکسوم رهش باشه جمعش میکنه، و اگه جمع با عدد دوبرابر باشه ترو میکنه، در غیر این صورت چی رو فالس رو برمیگردونه. خب منطق برنامه هم که اینه، اومدم یک چون میخواستم از محیط کنسول اجرا بشه، خب گفتم ریدلاین کن، یه خط از محیط کنسول بخون، چون اکثر همش رو تو کنسول نوشتم، اینو به کد پی اچ پی هم تو کنسول نوشتم. یه شمارنده یک شمارنده تعریف کردم و گفتم آ به تعداد این شمارنده چک کن که این عددهای ما پرفکت هستن یا نه، و در نهایت زمان رو مقایسه کردم. برای اینکه بخوایم تو پی اچ پی بیایم زمان رو مقایسه کنیم، ما یه میکرو تایم یا تایپ تابی توی پی اچ پی هست به نام میکرو تایم. خب میگیم ما میکرو تایم رو ترو میکنیم، استارت تایم رو به دست میاریم و میایم در جایی که میخوایم برنامه یعنی اجراش تموم شده دوباره میکرو تایم اجرا میکنیم و دوباره ان تایم رو به دست میاریم. تایم ان منهای تایم استارت میشه چی؟ زمان اجرا رو بهمون میده. و در نهایت میام اینجا همین متغیر اکزیکیوشن تایم رو چیکار میکنم نشون میدم. خب بیام اینم چکش کنیم. خب تو میخوام با محیط چیز برم، میرسم پی اچ پی، اسم پروژم چیه؟ استارت پی اچ پی، اجراش میکنم. میگم وسط 1000 مرتبه. خب پس دوباره باید کدو توضیح بدم بهتون. نکنید یه پرفکت نامبر داریم به این شکل، دقیقا همشون شبیه هم هم بین کدهای خانوادی سی 90%شون شبیه هم، یه مقدار تفاوت های جزئی با هم داره. من ویدیو رو پاز میکنم که ویدیو طولانی نشه، ببینید و زمان تایم و استارت و اینطوری اندو اینطوری و اجرا رو ازش کم میکنم. من نمیخوام چون ویدیو طولانی بشه پاز میکنم و در نهایت وقتی تموم شد چیکارش میکنم دوباره ویدیو رو میگیرم. خب با تعجب ببینیم عدد 200 ثانیه رو بهمون چیه نشون میده. یه پیس دقیقی اینه که یه پیس زبان چی هستش؟ مفسری هستش. خب این 200 میلی ثانیه نیست، 200 ثانیه است. خب چون زبان مفسری هستش میاد چیکار میکنه پی اچ پی؟ پی اچ پی میاد خط به خط کد رو میخونه. ببین زبان های مثل سی پلاس پلاس، جاوا که الان بررسی کردیم، یا دات نت کور، همه اینا کامپایل میشه بعد کد اجرا میشه. این باعث میشه سرعت کد چیه؟ بالا بره. اما زبان پی اچ پی دو تا مشکل کوری که داره، که مفسریه، یعنی هر خط به خط اینو ترجمه میکنه بعد اجرا میکنه. یه مشکل اینه، یه مشکلی هم که تایپ متغیرها مشخص نیست، چون اینا تایپ هاشون داینامیکه، نوشتن برنامه ها با پی اچ پی و اینا خیلی راحته، اما از لحاظ پرفورمنس میبینید خیلی مشکل داره. نگاه کنید 200 ثانیه کجا، مثلا 20 ثانیه کجا، هر من میشه گفت 10 برابر چی هم کنتر از برنامه های دیگه چیه داره کار میکنه. خب من دوباره برای یه چیه مطمئن بشید یه بار دیگه هم اجرا میکنم. میگم 100,000. منتظر میشم که نتیجه رو بده بهمون. خب این بار هم عدد چند رو داره؟ 181 ثانیه. 181 ثانیه. خب مجددن برای بار سوم اجرا میگیرم، میگم آن پروژه رو اجرا کن، میگم 100,000. خب مطمئن باشید با زمان چیه خیلی زیادی تو خواهشه. گفتم میگه خط به خط تفسیر میشن و چیه اجرا میشن. خب درست تبدیل به بایت کد میشن و دفعه بعد به بایت کد اجرا میشن، یعنی دفعه اول که کام خودش به تبدیل به بایت کدش میکنه، بعد هی داره بایت کد اجرا میکنه. اما خب چون به صورت داینامیک هستش متغیرها اینا، زمان میبره که پی اچ پی بتونه اینا رو چیکار کنه اجرا کنه، و زمان خیلی طولانی طول میکشه. و همین توصیه میکنم برای برنامه‌های محاسباتی از زبان‌های مثل زبان‌های پی اچ پی که مفسری هستن چیه استفاده نشه. خب اینجا ممکنه یه سوالی هم براتون پیش بیاد، میگید مگه ممکنه جاوا سریع تر از سی یا سی پلاس پلاس کار کنه؟ بله ممکنه، اگر ما میمدیم روی محیط مثلا لینوکس سی رو اجرا میکردیم و با کامپایلر جی سی سی مثلا
اونا کامپایل که اجرا میکردیم، خب مطمئن باشید زمان اجرای همین کد در زبان سی از این چی میشد؟ از کد جاوا کمتر میشد، یعنی سی سریعتر کار میکرد. اما خب ما داریم روی سیستم عامل ویندوز بحث میکنیم، فکر کنم ما یه برنامه رو میخوایم توی ویندوز با سی پلاس پلاس، با سی شارپ دات نت کد، جاوا و پی اچ پی رو الان پایتون هم میارم بهش، خب الان پایتون هم بهش اضافه میکنم، اینا رو داریم با هم چیکار میکنیم، مقایسه میکنیم با. چون دو ویندوز خودتون میدونید که دو ویندوز با ویژوال سی پلاس پلاس داره کار میکنه و یا با ویژوال سی پلاس با بیلتوزش داره اکثر برنامه ها چی هم کار میکنن. خودم میبینی واقعیت جاوا در بحث نرم افزارهای محاسباتی و اینا خیلی چیه بهینه تر، یعنی وی ام جاوا خیلی بهینه تر عمل میکنه تا اینجا. خب بذارید ببینیم این پی اس پیمون تموم شد گذاشتیم رجا، نه هنوزم داره چی میشه اجرا میشه. من ویدیو رو پاز میکنم و بعد اتمام پروژه دوباره ویدیو رو استارت میکنم. خب این بارم تقریبا 193 ثانیه نه 293 ثانیه طول کشید، این هم 193 ثانیه. میانگینش هم اگر بگیریم چیزی در حدود 191 ثانیه برای اجرای همین کد به محیط پایتون زمان بود. خب میگیم همین کد رو به محیط پایتون بررسی کنیم. خب ببین من اومدم یه دونه تابه توی پایتون نوشتم، دف کردم پرفکت نامبر رو، یه عدد ورودی اینو میگیره، به کار یک دادم، مجموع رو ریختم توی اس، گفتم اگر کار کوچکتر از این باشه دونه دونه شمارنده داریم داره هرگه تکرار میشه و هر دفعه اگر متغیر ما به اون شمارنده به اون عدد این بخش پذیر باشه میاد چیکار میکنه، مجموعشو میگیره میریزه توی متغیر S و اگر S با N برابر بود میگه این عدد پرفکت هستش، دقیقا این عدد پرفکت نیستش. خب اینجا هم اومدیم چیکار کردیم، یه عددی رو داریم دریافت میکنم، یه شمارنده گذاشتیم، همین تابع پرفکت رو به تعدادی میخوام 100,000 مرتبه فراخوانی کنیم و ببینیم در پایتون هم چقدر طول میکشه. خب برای اینکه زمان اجرای پروژه رو بگیریم من تایم رو چیکار کردم، ایمپورتش کردم، استارت تایم ببینید استارت تایم رو گرفتیم و در نهایت چیه ببینید ما استارت تایم رو داریم اینجا میگیریم، به این روش میگیم تایم دات تایم زمان شروع پروژه رو میگیریم و در نهایت بذارید من اینو باید میآوردم کجا میذاشتیم، ببخشید اینو باید اینجا میذاشتیم. خب ببینید ما تایم دات تایم استارت تایم پروژه‌مون اینجا هستش و در نهایت وقتی پروژه تمام میکنه میگیم زمان انتهای پروژه منهای زمان ابتدای پروژه چی رو میگه، طول اجرای پروژه رو به همون چیه زمان اجرای پروژه رو میده. خب پس این هم کد پایتونمون هستش، در دقیقه مثل همون کد ها هستش، الگوریتم همونه و داریم با همون کد ها یاد سازیش میکنیم. خب ببینیم زمان اجرای پروژه در پایتون هم چقدر طول میکشه. ببینید مطمئن باشید چون پایتون هم خب ببین پایتون خوبیش اینه، پایتون یک زبان مفسری هستش و ببین الان من گفتیم پی اچ پی خب خیلی طول کشید اما پی اچ پی خیلی راحت آموزش. چرا؟ چون شما تایپ ندارید، همه چیز داینامیک هست، خیلی راحت. اما در زمان راحتی خب یه مقدارم در زمان اجرا چیه مشکلاتی رو برامون چیه میاره و پرفورمنس کمتری ایجاد میکنه. اما خب برای پروژه های وب و پروژه هایی که زیاد محاسبات خوشون نیست پی اچ پی خب جوابگوه، خب این محبوب ترین زبان دنیاست و 90% از سایت های دنیا روی چیه پی اچ پی هستش. اما روی بحث های محاسباتی اینا واقعا ببینید دیدید دیگه الان دوچار چی میشه مشکل میشه، چون در برنامه های تحت وب ما بحث دیتابیس رو داریم و باید بگه از دیتابیس اطلاعات بگیری بیاری کمی زمان میبره تا این انجام بشه، اون مشکلات سرعتی پی اچ پی زیاد به چشم نمیاد. خب اما خیلی راحت پایتون هم همینه، پایتون هم مثل سی مثل پی اچ پی یک زبان مفسری هستش، ببینید داینامیک هستش، تایپاش چیه داینامیک هستش. به خاطر همین مطمئن باشید الان اجراش کنیم به این شکل اینم زمان اجرای چیه طولانی تری رو خواهد گرفت. فقط یه نکته، پایتون درست یک زبان مفسری هستش اما اگه بگید ریفرنس هاشو مطالعه کنیم میگه از یک زبان مفسری هستش یا اینترپریتد هستش، اما میشه چیکارش کرد؟ بعد اینکه پروژهتون تموم شد میتونید اینو کامپایل کنید و از کد چی استفاده کنید، کامپایل شدهش استفاده کنید. یه روش های مختلفی واسه این داره که الان بهش چیه اشاره میکنم. خب من فعلا به صورت عادی همین کد پایتون رو چیکار میکنم
اجرا میکنم ببینیم زمان اجرای پروژه در پایتون چقدر. من میزنم روی تست اولمون و پروژه رو چیکار میکنم؟ رام میکنم. خب میدم 100,000 بار و زمان اجرا رو میگیرم. خب متاسفانه فکر کنم الان حدودا یه 5 دقیقه هستش که کد داره اجرا میشه و هنوز نتیجه نداشته. خب دلیلش این گفتم دیگه، به صورت پیش‌فرض پایتون چه یک زبان مفسری هستش، خط به خط اینها رو به صورت ترجمه و اجرا میکنه و همچنین متغیرها داینامیکن. این دوتا حالت مفسری و داینامیک بودن واقعا روی پرفورمانس پروژه چیه تاثیر میذاره. ببینید مثلا از PHP هم چیه داره کنتر اجرا میشه. خب اگر ببینیم، اگر یه مقایسه کنیم واقعیتش بخوای، خب میدونید سریع ترین کتا کتای سی هستن. من اگر این کدو روی سی و روی مثلا سیستم عامل می اومدم لینوکس اجرا میکردم و تست میکردم، خب من خودم تستش کردم به عددهای در حدود مثلا 9 ثانیه یا مثلا 10 ثانیه و میانگین در حدود مثلا 11 ثانیه، در همین حدود مثلا 9.5 ثانیه اینا طول میکشه. خب یعنی اگر بیام اینا رو با هم مقایسه کنیم با سی نیتیف، اگر همینو من با سی نیتیف می نوشتم در حدود مثلا 9.5 ثانیه اینا سی طول میکشید، اما در ویژوال سی پلاس پلاس ویندوز چیزی در حدود دیدید دیگه 17 ثانیه اینا طول کشید. اما جاوا چون وی ام جاوا واقعا کاستماایز و اپتیمایز شده و برای محاسبات سنگین، دیدید واقعا بهتر از خود سی پلاس پلاس جواب داد. درسته سی پلاس پلاس میگیم زبان سیستمی هستش و خیلی سریعه، اما چون این اپتیمایز شده وی امش واسه محاسبات سنگین و طولانی، واقعا چیه بهینه تر دیدیم روی همین الگوریتم چیه جواب داد. و بعد اون فعلا دات نت کورو داریم و بعد اون چیه PHP داریم، PHP آیتون هم که فعلا گذاشتیم در اجرا میشه و هنوز من نتیجه رو به هم نداده. خب اگر بخوایم اینها رو با هم یه مقایسه بکنیم، ببینید از لحاظ سرعت اجرا، خب اگر یه مقایسه اینها رو با هم بیایم بکنیم با این نتیجه گیری که ما داریم میکنیم، فعلا با این زمان اجرای در حالت عادی سی از همه بیشتره، بعد سی زبان جاوا هستش، بعد جاوا زبان از سرعت اجرا داریم مقایسه میکنیم، سی پلاس پلاس سریه رتبه بندی بکنیم، بعد سی شارپ، اینجا سی شارپ هم منظورم چی همین دات نت کور هستش، آخرین نسخه شو مقایسه کردیم و بعد زبان چی رو داریم؟ PHP رو داریم و بعد فعلا چیه؟ پایتون هستش. خب از زمان اجرا ببینید از لحاظ راحتی و آموزش، یعنی بخوایم همین برعکس همین اتفاق در آموزش میفته. بذار ببینم فنام بس بکنم نتیجه رو داد. بله ببینید حدوداً 716 ثانیه طول کشید که کد پایتون چیه اجرا بشه، یعنی خیلی رقم خیلی زیادی هستش. دیگه من دوباره اجرا نمی کنم چون خیلی طول میکشه. ببینید اگر بخوام از لحاظ بس میگم پایتون کنده، دلیلش این هستش که مفسری هستش و فضاها رو چیه با هم مقایسه. اما از لحاظ راحتی اگر بخوام اینا رو مقایسه کنیم، واقعیتشو بخواید به نظر شخصی خود من، اول از لحاظ راحتی بخوایم سی پلاس پلاس، بعد جاوا هستش، بعد سی شارپ هستش و PHP هستش و پایتون، یعنی در من بیم یه ارتباط معکوسی بین اینها چیه وجود داره. اما خب جاوا نسبت به سی پلاس پلاس یادگیریش راحت تر، اما نسبت به دات نت چیه سخت تر هستش. یعنی شما میبینید هر چقدر یک زبانی آموزشش راحت تر باشه، اون بدون تایپ باشه، این ورم از روی پرفورمانس داره چیه کم میاره. یعنی ما بگیم از لحاظ راحتی راحت ترین زبان میشه پایتون و از لحاظ سریع بودن سرعت اجرا میشه چی سی. اما در این تستی که ما انجام دادیم، خب دیدید که ما روی سی تست نکردیم چون سی من روی لینوکس و جی سی سی تست کردم. اما اگر همین کدو اینجا رتبه اول چی آورد از لحاظ پرفورمانس و سرعت روی ویندوز چی آورد؟ جاوا آورد. واقعا جاوا روی محاسبات سنگین و اپتیمایز شده چیه
بهینه عمل میکنه. وقتی من بهتون میگم بهترین زبان دنیا از لحاظ پرفورمانس و پایداری و استیبل بودن واسه پروژه های بزرگ جاوا هستش، خواستم توی تستم اینو واقعا بهتون ببین از سی پلاس پلاس هم چیه، خود ویندوز داره سریع تر عمل میکنه به خاطر اپتیمایز بودن VMشه. روی VMش خیلی کار شده، روی اون ماشین مجازی جاوا با پردازش های سنگین واقعا خیلی حساب شده و زمان گذاشتن. خب اما اینجا یه سوالی پیش میاد. خب اکثرا دیدید میگن آقا بله زبان پایتون یه زبان چیه؟ مفسری هستش. اما میشه اینو چیکارش کرد؟ اینترپرتد هستش به قول خودمون. اما میگن چی؟ میشه کامپایلش هم کرد. و شنیدید دیگه، میگن پایتون خیلی توی هوش مصنوعی، خیلی توی AI، توی هوش مصنوعی، توی دیپ لرنینگ و آموزش های عمیق استفاده. و چطوری میشه وقتی پایتونی به این زبانی که به این همه سرعتش کمه چطوری میاد توی این بحثا استفاده میشه؟ ببینید پایتون اگه خوب متوجه میگم پایتون یک زبان مفسری هستش، اما توانایی، چون پایتون خودش پایش سی و سی پلاس پلاسه، یعنی خودش انجینش سی و چیه؟ سی پلاس پلاسه. پایتون میتونه برای شما کدهای چی تولید کنه؟ سی و سی پلاس پلاس تولید کنه که در حد سرعت چی اجرا میشن؟ سی اجرا میشن. یعنی توانایی رو داره که میتونه برای شما یه سری کدهایی تولید کنه که در حد سرعت سی و سی پلاس پلاس با سرعت خیلی زیادی اجرا بشن. خب خواستم اینو بهتون نشون بدم که اگه شما یعنی در پایتون هم راحتی رو دارید. دیدید راحت ترین زبان چی بود از راز اینو اگه مقایسه کردیم راحتی بود، راحتی یادگیریش بود، از راز راحتی رتبه اول چی داره؟ پایتون داره. و از زمان اجرا تو این تست ما چی رتبه آورد؟ سرعت و چی آورد؟ جاوا آورد. خب اما بحثی رو اینه که چطوری میگم پایتون آخه بس بس این استفاده میشه؟ گفتم پایتون خودش بیسش سی سی پلاس پلاس، میتونه کدهایی چی بهمون بده؟ سی و سی پلاس پلاس بده. واسه این کار خیلی لایبرری ها تو پایتون هستش، اما دو تا روش مهمی که اکثرا استفاده میشه، یکیش روش سایتون هستش خب، و یکیش هم الان بهتون خواهم گفت. حالتی هستش به نام یه لایبرری داریم به نام، نگاه کنید، نامبا. یه لایبرری هم داریم به نام چی؟ نامبا. این دو تا روش بیشتر استفاده میشن. من بهتون دو تاشون هم توضیح میدم که ببینید چطوری سرعت اجرای پایتون با این تغییرات خیلی کوچیک زیاد میشه. ببینید من اومدم همین پروژه تستی که داشتیم، ببینید این پروژه تستمون بود دیگه، اومدم این تابع پرفکتی که داشتیم اینو کشیدم تو یک تابع دیگه، تو یک فایل دیگه به نام چی؟ پرفکت نام به PYX. دقت کنید PYX واسه سایتون استفاده میشه. یه فایل درست میکنه پرفکت نام، یه پس با پسوند PYX و کدتون رو کپی میکنید توش. بعد میایید متغیرهایی که داینامیک بود بهشون تایپ میدید. مینویسه cdef مثلا این آنساین اینته، این اس من cdef آنساین مثلا اینته، درسته؟ بنویسیم و اینم آنساین چی بنویسیم؟ این تم بنویسیم. خب که من یادم رفت بنویسم. خب ما اینا آنساین تعریف میکنیم، میگیم آقا کامون آنساینده، اسمون هم آنساینده، یعنی تایپشون رو مشخص میکنیم برای که محاسبات توش بشه انجام داد. میگم از حالت داینامیک درش میاریم که بتونیم سرعت بالاتری رو به دست بیاریم. خب بعد میاد چیکار میکنیم؟ بعد که اینو کدش رو نوشتیم به این شکل، یادتون باشه باید بیا سایتون رو چیکار کنید؟ اینستال کنید. سایتون رو با استفاده از مینویسی پایپ اینستال چی؟ سایتون که من قبلا زدم و چی شده؟ روی این نصب شده. بعد میاد تو مسیر پروژهتون یه فایل درست میکنه، خیلی ساده، یه فایل درست میکنه به نام setup.py و توش این کد ها رو مینویسید. میگه آقا از دیسیوتیرش امورد کن setup و extension رو و از سایتون بیلد چی رو برام ایمپورت کن؟ سایتونایز رو برامون چیکار کن؟ ایمپورت کن. بعد یه اکستنشن تعریف میکنیم، این اسم تابعی رو که میخوایم استفاده کنیم و مینویسیم. ببینید پرفکت نام
و بعد میایم اون فایلی رو که این پرفکت نام توش هستش رو چیکار میکنیم؟ مشخص میکنیم. بعد میایم آقا میگیم ستاپ کن این اکستنشن مودلمون رو به صورت چی؟ سایتون با استفاده از چی؟ سایتون رو چیکار کن؟ اجرا کن. خب من یه ویدیویی بعدا مستقل در مورد این که سایتون چی هستش و سایتون چطور استفاده کاملا بسیار حرفی براتون درست میکنم و توضیحاتش رو براتون اونجا میدم. هر چی خواستم اشاره کنم خیلی سخت نیست، فکر کنید تبدیلش به کدهای چیز میاد، تابهایی رو که زمانگیر هستن و سرعت پایتون رو میارن پایین میاره توی فایل جداگانه میزن، فقط پسوندش رو میکنه چی؟ PYX و فقط تایپ متغیرها رو میده، دیگه در سینتکس کدها ساختار کد تغییر زیادی ایجاد نمیشه، فقط تایپش رو میده و میایید ستاپ پی وای ایجاد میکنه به این شکل و میایید توی این به این شکل به گروه خودمون چیکار میکنیم؟ سایتونایزش میکنیم این تابه رو، چیکار میکنیم؟ سایتونایزش میکنیم و بعد میایم چیکارش میکنیم؟ الان این تابی رو که نوشتیم باید چیکارش کنیم؟ کامپایل کنیم و توی فایل تستمون رو چیکار کنیم؟ این تست دومون بیایم اینو چیکار کنیم؟ من یه تست دو نوشتم ببینید که اومدم این تابه پرفکت نامبر رو چیکار کردم توش فراخوانی کردم. خب و بعد میای باز و این دستور رو ببینید، این دستور. میام می‌نویسیم پایتون setup.py build extension کن با سویچ چی؟ این پرس. نگاه کنید با این دستور این فایل setup.py دستور میدیم که این پرفکت نام PYX ما رو چکار کنه؟ کامپایل کنه. من که اینتر میزنم و میگه اکستشن چی شد؟ اجرا شده و نتیجهش رو برامون داده. ببینید الان بگیم توی پروژه پایتونمون نگاه کنیم، ببینید اینها، ببینید اینها رو برامون چکار کرده، این فایل ها رو برامون ساخت. علاوه بر پروژه خودمون ببینید پرفکت نام کد سی رو برامون چکار کرده، ببینید این کد سی رو برامون برید کرده، کد سی این تابه رو برامون ایجاد کرده. و همچنین ببینید یه نکته هم بهتون بگم، اگر بزنید توی خط فرمان سای، فکر کنم چی بود دستور آره سای تون، این بس دیدن ها دشت ای پرفکت نامبر پی وای ایکس یه فایل HTML تو مسیر ایجاد میکنه به این شکل، نگاه کنید که میزان کدها. خب رنگ های زرد نشون میده که هر چقدر رنگ ها زردتر باشه داره نشون میده که این به حافظه چیه، به کرنل، طبعا به اون ماشین مجازی پایتون نیاز بیشتری داره، یعنی بیشتر فراخوانی میکنه. ببینید خیلی کدها دیگه داره از اینجا استفاده نمیکنه. خب بیاید این حالت الان یه تست بگیریم اجرای کد رو. من میام تست دو رو تست میکنم، میدم اجرا میکنم، میدم 100,000 بار و اینتر میکنم. خب چقدر طول کشید؟ در حدود 19.72 ثانیه. ببینید در حدود وقتی میاد این کدو، یعنی پایتون رو کامپایل شده استفاده میکنیم، عددی که به ما داد طبعا 19.7 ثانیه در بار اول بود. دوباره اجرا میکنم، خب داره اجرا میشه. یعنی اگر بیایم یه بررسی بکنیم راحتی پایتون رو بیایم ببینیم و با این روش میتونیم کدی رو تولید کنیم که در حد سرعت ببینید داره سی و سی پلاس پلاس اجرا میشه. ببینید داد چقدر این دفعه؟ همین که با زمان 18.12 ثانیه چیه؟ اجرا شد. ببینید شما راحتی پایتون رو در نظر بگیرید و اومدیم پایتون رو چیکار کردیم این دفعه؟ پایتون رو تبدیل کردیم به استفاده از سایتون، تبدیلش کردیم به چی؟ کدهای سی و ببینید در حد سرعت سی پلاس پلاس تقریبا داره چیه؟ با یه تفاوت خیلی کمی داره اجرا میشه. اما هر چقدر نگاه کنید داره از دات نت کد چیه؟ سریعتر اجرا میشه. خب کد سی نیتیوه، یعنی ببینید همه چیزی در حدود بین داره بین جاوا و سی پلاس. خب گفتم این سی و سی، من این سی رو که تست کردم توی تست اینو روی محیط لینوکس با جی سی سی تست کردم، چون
کام اصلا محیط سی چیه خیلی سریعتر هستش. من این اگه چیزی هست کنم این پایتون داره چیزی در بین سی و جاوا چیه قرار میگیره. خب بذار من دوباره اینو یه بار دیگه اجرا کنم، یه بار هم تست کنیم بر بار سوم. اینم 100,000 بار. پس اگر ما بیایم یه مقایسه کنیم راحتی، بیان بگیم ما راحتی پایتون رو در نظر بگیم و صورت اجرایی رو که میتونیم باز و سایتون به دست بیاریم، خیلی هم راحته. دیدید خیلی تغییرات گسترده در پروژه چیه ایجاد نمیشه. ببینید مثلا شما فکر کن خیلی پروژه هم اکثر زمانی هم که داد تازه ببین در بدترین شرایط 20 ثانیه هنوز باز از دات نت کور داره چیه سریعتر کار میکنه. راحت پروژهتون رو می‌نویسید با پایتون توسعه میده، موقعی که می‌خواید پروژه رو بدید به دست مشتری میاد لایبرری هایی که لازمه تبدیلش می‌کنید به کدهای سایتون با کدهای سی و با صورتی در حد زبان سی چیه ازش استفاده می‌کنید. خب ببین نکته مهم اینه که من دارم اینو روی سیستم ویندوز تست می‌کنم و اینو اگر ببرم روی کرود و روی لینوکس تستش کنم، چون پایتون ها بیسشون چیه لینوکس بیس هستن، مطمئن باشید زمانش از این چیه سریعتر اجرا میشه. من یه بار دیگه همین اجرا میکنم برای بار چهارم. خب بعدش نکته بعدی که ما داریم اینه که خب روش های دیگه هم هستش، یعنی بتونیم این کدو توی سایتون استفاده کنیم. گفتم برای روشی داریم به نام چی بود ببین دفعه چهارم هم اجرا کردم، چیزی در حال همون بدترین شرایط 20 ثانیه است که باز از دات نت کور و سی شارپ داره چیه سریعتر اجرا میشه. یعنی پایتون با حالا چون خب مشخصه دیگه، چون کد سی پلاس پلاس تولید کرده برامون، نگاه کنید کد سی پلاس پلاس برامون تولید کرده، سی نگاه کنید تبدیل شده به کد سی، داره با حد سرعت سی روی سیستم چیه اجرا میشه، هم بهینه است هم سرعتش تنبیه. اگر شما اینم در نظر بگیرید، خب من نخواستم زیاد روش کار کنم، چون اگر من میومدم همین فراخوانی که توی وایرم هستش، ببین اینجا خب تست دو خودش داره توی وایر اینو میچرخه، اینم فانکشن میکردم و تبدیل به کد سی میکردم، باور مطمئن باشه این وابستگی های این جاها رو هم حس میکردم. یعنی ببین یه سری جاها داره یه مقدار با به کرنل پایتون تو این قسمت و این قسمت چیه وابستگیش هنوز مونده. خیلی راحت بابسه اینا رو هم اگر حس میکنم مطمئن باشه سریعتر از این زمانی که داره نشون میدم چیه اجرا میشد و به صورتی تقریبا میومد میرسید به سرعتی کمتر از جاوا هم چیه بهش میرسیم. یعنی اگر اینو اجرا کنم شما بکنید یه حرگه توش دوتا حرگه هست، اگر بیام این اجرا کنم مطمئن باشه به سرعتی هم کمتر از جاوا هم میتونیم دست پیدا کنیم. خب اما با دراز گرفتن راحتی پایتون به صورت کلی راحتی پایتون خیلی راحته ببینید و سرعت اجرایی در حد همین، ببینید در بین سی و سی پلاس پلاس و جاوا سرعت قابل معقولی رو بهمون داره میده، بهتر از پکیج های مایکروسافتی هم داره بهمون جواب میده. خب یعنی سرعت خوبی داره به ما، سرعتش خوب هست. شد یه روشش این بود از سایتون استفاده کن، یه روش خیلی راحت تر هم داشت، من توی تست سه انجام دادم. یه روش هست یه دونه ما کتابخونه‌ای داریم به نام نامپا، ببینید میگید به اینترنت بزنید نامپا اینو براتون میاره، خیلی استفاده کردن ازش راحته. ببین میاد فقط یه دونه بالا میتونید from نامپا import git just in time اینو میگه آقا از نامپا git رو چیکار کن رود کن و این annotation رو به بالای تابی که میخواید با سرعت زیادی اجرا بشه چیکار میکنید اضافه میکنید، فقط همین. ببین خیلی راحت، یعنی میایید جی آی تی رو رود میکنی و جایی که میخواد در حد اون تاب در حد سرعت سی و سی پلاس پلاس اجرا بشه این جی آی تی رو بهش اد میکنه. نگاه که من تست سه هست اومدم و نامپا رو به پروژه اد کردم، یه لایبری هستش اونه 3.5 مگ هستش، دانلود میشه روی پروژهتون و بعد اینکه دانلود شد روی پروژهتون میاد هر جای انوتیشنی میخواد جی آی تی رو بهش چیکار میکنید ادش میکنید. نحوه نصب کردن هم اگه نداشتین دیگه پایپ نمیسید install جی نام با و اینتر میکنیم براتون چیه نصب میشه بهش. من خب نصبش کردم. خب بیا یه بارم با نام با تست بگیم ببین چقدر زمان اجرا میده. من میام میزنم یه تست سه پروژه رو و تست میکنم، میزنم 100,000 با
کار پروژه رو چیکار کن؟ اجرا کن. خب بذار ببینیم با نامپا به چه صورتی به ما میده پایتون. بس با بررسی اگر بخواید، با بررسی من خواستم در دو تا مقایسه براتون بکنم. اگر بخوام یه تصمیم گیری بکنم، ببینید راحتیه. ما الان اگه مقایسه کنید، پایتون از همه زبان ها راحت تره، جاوا روی پرفورمانس و سرعت از همه ازشون چی بیشتر. اما اگر بخوام عاقلانه تصمیم بگیریم و بگیم که ما یه زبانی میخوام که هم راحت باشه و هم سرعت اجرای مناسبی داشته باشه، خب راحتی پایتون با سرعتی بین تقریبا جاوا سی پلاس پلاس بین زبان ها، زبان پایتون زبان چیه؟ خب انتخاب بهتری میشه. به همین تقریبا میگیم زبان پایتون محبوب ترین زبان شده به خاطر همین سرعت قابل قبولش. نمیگم مثلا سریع تر از جاوا هستش، اما خب در حد جاوا هستش و خیلی راحته. شما سخت جاوا خیلی سخته یادگیریش، واقعا جاوا سخته. من خودم چندین سال روی جاوا وقت گذاشتم، جاوا سخته. اما پایتون به همون قدری که جاوا سخته، پایتون چیه؟ راحت هستش. وقتی راحتی را بیایم با این سرعتی که به ما میده مقایسه کنیم، آگرانه است که با پایتون کار بشه. به همینه که در اکثر شرکت های دنیا پلتفرم های خودشون رو میبرن به سمت پایتون. ببینید 23 ثانیه. ببین با یه خط کد، فقط با یه خط کد ما سرعتی در حد دات نت کور رو بهمون داره چیه میده. مثلا 23 ثانیه اگه من اومدم پایتون رو با یه خط کد بهش اضافه کردم، به پایتون یه خط کد اضافه کردم به نام نامپا، سرعت بنام 23.3 ثانیه رو داد. چیز در همون دات نت کور با یه تفاوت خیلی کمی. خب مطمئن باشم این همه محاسبات در برنامه خودمون نخواهیم داشت، اما میخوام بگم که در اینکه از پایتون در هوش مصنوعی استفاده میکنه، چون داره سرعتی در حد چی؟ خب دات نت کور خودش سرعتش، مایکروسافت این همه داره تبلیغات میکنه زیاده، واقعا هم زیاد هست. شما فکر کنید 100 هزار مرتبه پرداخت داره در 20 ثانیه انجام میده، اما پایتون با همین راحتیش داره سرعتی در حد همین ها رو میده. ببین دوباره شان شد 23.15 ثانیه. خب دوباره یه بار دیگه هم با نامپا اجرا میکنم، نامپا اجراش میکنم، بذار ببینیم این بارم چقدر زمان میبره. ببینید خیلی راه کار کردن باهاش، یه نامبر اضافه میکنید جایی که میخواید اون تابه با سرعت سی اجرا بشه، کافی یه دونه خط چی اضافه کنید بهش جی آی تی و سرعتی در حد دات نت کور بهتون چیه میده با یه تفاوت های خیلی کم. بعد 22 ثانیه شو ببینید اینو داره متغیر. من میگم دیگه سرعتی در حد 22 مریض مثلا چند بود؟ 22 در حد 53 ثانیه، یعنی سرعتی در حد ببینید اینجا سرعتی به صورت میانگین در حد دات نت کور به شما با واسطه از نامبا میده. اما اگر بیایم به صورت کوری ببینید، من میانگین اینها رو هم اگر بگم برامون حساب کنه، ببینید این در حقیقت با عدد 19.27 میاد در بین این دوتا چیه؟ در سی پلاس پلاس و اینا دوتاش بینش میتونه قرار بگیره. خب اما با راحتیش در نظر گرفته در کوریات، من با مدیر پروژه میگم که با راحتی که داره پایتون و سرعت اجرای معقولی که داره به ما میده، بهتر هستش که در پروژه های بزرگ از پایتون استفاده بشه.